علی آلفونه، پژوهشگر امور امنیتی از واشنگتن. خیلی خوش آمدید آقای آلفونه. تانک ترکرز اعلام کرده نیروهای سپاه پاسداران با اهداف پروپاگاندایی میخواستن توجه نیروهای آمریکایی رو به این تاکت جلب بکنن. اگر نگاهی به خبرهای مرتبط روزهای گذشته که منتشر شد در این باره بکنیم، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران آمریکا رو متهم کردن به ربایش یا توقیف محموله این نفتکش که بعد مشخص شد دروغ بوده. من خواهم بدونم اگر این کار تبلیغاتی بوده، دقیقا چی رو تبلیغ کرده، چه سودی برای جمهوری اسلامی داشته؟ من هم اعتقاد خیلی یک اقدام تبلیغاتی بوده و هدف تبلیغات هم از هان عمومی در داخل خود ایران، یعنی که مصرف داخلی داره. خارج از کشور همه میدونن که اصولا هیچ رو در روی یا درگیری نظامی بین سپاه داران و نیروی دریایی ایالات متحده انجام نشده، چنین چیزی نبوده به هیچ وجه. ولی در جمهوری اسلامی تبلیغات اینطور القا میکنه که رو در روی بوده و سپاه پاسداران موفق شده و بدین ترتیب سعی میکنن که اقتدار نظامی سپاه پاسداران رو به رخ اذهان عمومی بکشن، در صورتی که واقعا احتیاج به این کار هم نیست، به خاطر اینکه سپاه موفقیت واقعی نظامی داشته در عراق، در سوریه، در یمن. اصولا لازم نبود که چنین دروغی بگن، ولی شاید به خاطر اینکه پیشتر از این رودرویی مستقیم با آمریکا نبوده، اینطور میخوان القا کنن که جمهوری اسلامی و سپاه حتی توان رودرویی مستقیم با نیروی دریایی آمریکا رو داره. خب در شرایطی که الان ایران وجود داره، دست دادن به این ابتکار عملهای تبلیغاتی که شما میفرمایید صرفاً جنبه مصرف داخلی برای ایران داره، چه پیامدهای بین المللی میتونه برای ایران به دنبال داشته باشه؟ خب همین الان باید جواب سفیر ویتنام رو بدن که این کار عجیبی که انجام دادن بالاخره تأثیر میذاره روی روابط ایران و ویتنام. از این گذشته برای امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس هم این پیامد بدی داره. ولی شاید اینها فکر میکنن که اذهان عمومی در داخل خود ایران اهمیت داره و البته یک امکانی رو هم باید داد که این به اصطلاح شاید سعی میکنن که یک جوری یک کارت برنده هم در مذاکرات آتی با آمریکایی‌ها داشته باشن در مورد برجام، که اینطور بگن که ما توان عملیاتی اخلال در روند کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان رو هم داریم. شاید این هم یکی از پیام‌های این عمل باشه. تشکر میکنم. علی آلفونه، پژوهشگر امور امنیتی از واشنگتن دی سی همراه ما.